درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً علاوه بر لایک و کامنت های پر از مهرتون، یک کامنت انگلیسی حتی یک اوکی اضافه کنید تا یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. زنگوله رو هم فعال کنید. سپاس. جنگ با مردم یا جنگ با دنیا؟ خامنه ای با جلاد و پاسدارانش ده ها ساله که با مردم ایران در نبردن. محصول این نبرد هم زندان و شکنجه و کشتار و اعدام بوده. از طرف دیگر به دلیل ماهیت به غایت ارتجاعی و سیاست صدور ارتجاع و تروریسم با نظام بین الملل هم در جنگ هستند. نبردی که قیمتش رو مردم ایران می پردازن. یک کارشناس حکومتی اقتصاد در همین رابطه هشدار میده و میگه متغیر فعال در کاهش سرمایه گذاری و در شرایط فعلی بیش از اون که ناشی از بالا بودن نرخ تورم باشه، ناشی از تنش در روابط بین الملل و بی‌ثباتی های مدیریت و اجرای داخلیه. در صورتی که بی‌ثباتی سیاسی در روابط خارجی حل نشه، بعیده که تأثیر چندانی بر میزان سرمایه گذاری حتی در بین سرمایه گذاران داخلی داشته باشه. کاهش بودجه های عمرانی موجب کاهش فعالیت های بخش خصوصی و در نتیجه باعث رکود و بیکاری در کشور خواهد شد که خود میتونه زمینه ساز بحران های اجتماعی یا سیاسی باشه. با همه این احوال محتوای بودجه آخوند رئیسی گویای دست کردن در جیب خالی مردم ایرانه که به شکل تورم‌های سهمگین خودش رو نشون میده و با رکود و بیکاری در هر خانواده‌ای اثری به جا میذاره. در این بودجه درآمدهای مالیاتی 65% بیشتر از سال جاری رشد کرده که علاوه بر ارتزاق دولت از افزایش قیمت ارز، نتیجه جز فشار بر گردن مردم بینوا نخواهد داشت. در حالی که هیچ کدام از نهادهای وابسته به خامنه ای مالیاتی پرداخت نخواهند کرد که هیچ، بلکه سهمشان از بودجه افزایش هم یافته. بگذاریم که بدهی های وحشتناک دولت های فعلی و قبلی سر به فلک زده و بایستی به نحوی پرداخت بشه. اخیراً دیوان محاسبات کشور گزارش داد که بدهی های خالص دولت ایران به 1000 تریلیون تومان رسیده که 1/3 اونها مربوط به اوراق قرض است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرد تا سال 1405 دولت باید 535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل رو پرداخت کنه. وضعیت بودجه و این اعداد و ارقام سرسام‌آور همگی بیانگر روزهای پایانی یک حکومت تاریخ مصرف گذشته است. آثار تغییر این وضعیت سیاه از همه سو عیان شده. عنصر تعیین کننده و پایان دهنده به این همه سرکوب، مردم فریبی و غارتگری، همانا قیام و اعتراضه. قیام خوزستان، اصفهان و روز 22 آذر خیزش معلمان نشان دهنده این واقعیته. این گسترش و همگیری اعتراضات در اقشار مختلف بیانگر یک همبستگی ملی بر علیه حاکمیت آخوندیه. ما به عنوان نماینده ملت وارد مجلس شدیم. خارج از مجلس مقلد هر کس باشیم گذاشتیم بیرون، اومدیم در داخل مقلد ملتیم. بنابراین اگر مطلبی رو مطرح میکنیم به نمایندگی از ملت و بر اساس تشخیص و اجتهاد شخصی خودمونه. ما نه در مجلس مقلد شورای نگهبان هستیم، نه مقلد قوه قضایی هستیم، نه مقام دیگر. ما در اینجا سخنگوی مردمیم و آنچه را که تشخیص دادیم درست است مطرح خواهیم کرد. بنابراین نماینده نیومد اینجا مجامله گویی کنه و مداهنه بگه. نماینده اومده آنچه را که تشخیص داد بیان بکنه. اگر نماینده به جای سرسپردگی به رهبر سخنگوی ملت بود، کشور به این عقب ماندگی نمی رسید. اگر بدعت ضد جمهوری، نظارت استصوابی توسط خودکامگان و اقتدارگرایان اختراع و بر مردم تحمیل نمی شد و یا دست کم نهاد مجلس به عنوان تعدیل کننده قوای حاکم گرفتار این بدعت نمی شد و خانه ملت برای ملت باقی می ماند و نمایندگان واقعی مردم به اون راه می یافتند و به جای ابراز اطاعت پذیری و سرسپردگی در برابر رهبری و اشخاص و نهادهای تحت نظر او فقط سخنگوی ملت بودند، کشورمون به این درجه از فقر و فلاکت و عقب ماندگی نمی رسید و شاهد این همه ظلم، تبعیض، بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نبودیم. مربوط با الهام علی افروز شدن و کار کردیم در راستای هموارسازی روابط دو کشور. ما تلاش کردیم و امروز هم به یادبود قهرمانی و پیروزی الهام علی
علیوف و ملت آذربایجان این فرش رو تقدیم میکنم خدمت سفیر آذربایجان. این حماقت نیست، نفوذه. سران باکو از هیچ دسیسه و گزافه‌گویی علیه ایران دریغ نکردند. آخرینش جایی بود که علیوف به ایرانیان گفت قاچاقچی. احد قضایی، سفیر سابق در باکو، تابلوی همان سخنرانی رو در مراسمی با افتخار به سفیر اونها تقدیم کرده. این موضوع دیگه ربطی به حماقت نداره، یا مسئله نفوذه یا بیزینس های شخصی. و من تعجب میکنم یک نماینده اینگونه حرف بزنه. و از این بدتر که ایشون برمیگرده میگه کسانی که دنبال موسیقی هستن، دنبال آلات موسیقی هستن، از کشور، از مملکت برن. شما چی کاره اید؟ به شما چه ربطی داره؟ شما یک نماینده ای با یک رأی اومدی توی مجلس نشستی، حالا معلومم نیست با چند تا رأی اومدی، اونم باید تحقیق بشه ببینه با چند تا رأی اومدینشون تو مجلس نشست. به شما چه ربطی داره که برگردی بگی که کسانی که دنبال موسیقی هستن از کشور برن؟ خانه موسیقی اعتراض بسیار بسیار شدیدش رو نسبت به این قضیه اعلام میکنه. کاظم موسوی نماینده تبریز در مجلس که گفته بود افرادی که به دنبال آلات موسیقی یا اموال شخصی خودشون هستند از ایران برن، پس از عذرخواهی از هنرمندان در جلسه سه‌شنبه مجلس گفت مصاحبه بنده تحریف شده و در این موضوع مظلوم واقع شدم. اساسی نیست که باشد نباشد، اینه که به قول آفتابی باشد نباشد به قول برای چیه؟ یا مثلا آلات قمار و موسیقی اینا خب ارزش نداره که اگر خب کسی دنبال این مسائل هست، به قول تو کشور، اگر کسی دنبال این مسائل هست تو همه سو کارشو انجام میده. در هر حال نمیشه تلوش گرفت، در به قول تلوت هم نباشه در خلوت انجام میده. تا اینکه نه، اگر اینجور آدمیه دنبال مثلا به قول منویات و امیال شخصی و به قول غریزه شخصی خودش هست، خب بالاخره کشورهای دیگر راهشون باز خیلی هم اینجوری نیست. حرف‌های من تحریف شده جزو عادی‌ترین واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به دروغ‌هاشونه. هر زمان یکی از این نمایندگان و مسئولان نظر عجیب و نادرستی میگه و با سیل اعتراض‌ها روبرو میشه، با عبارت حرف‌های من تحریف شده سعی می‌کنه خودش رو از انتقادها رها کنه. این نوع دروغ گفتن در اسلام شرعیه و نام اون تقیه است. با هر جور تحلیلی شما برید، ولایت فقیه همون حکومت حکیم فیلسوف کینگ، میگن که فیلسوف کینگ، باید حکومت به معنای واقعی دسته یک حکیم باشه که در تعریفش در روایت آمده که مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، هوای نفس نداشته باشه، منافع شخصیش رو ترجیح نده، منافع دیگران برایش مهم باشه. سیاست، معنی سیاست در تعریف لغویش حسن اداره کشور به نفع اون مردم است. مخالفت سید محمد خامنه ای با دانشگاه. دانشگاه هم در اصل تأسیس برای رقابت با حوزه از بین بردن بود. دیدید که امثال فروغی اینا رو آوردن، دانشکده حقوق هم آوردن که دستگاه قضا رو بگیرن در دست. انتخاب با مردمه، برای که اون جمهوریت در اینجا ظاهر میشه. جمهوریت حق مردمه، احسان نمی کنم به حق مردمه، هر کسی حق داره. برادر خامنه ای ملعون سید محمد خامنه ای در مراسم گرامی داشت هفته پژوهش و رونمایی از کتاب روایت اساسی که به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد گفت اساساً دانشگاه در ایران تأسیس شد تا حرکت حوزه رو متوقف کنه و فروغی این کار رو کرد. یک شرط داره، این شرط ظریفه، اینو خواهش میکنم در نکات حقوقیش دقت کنید. جمهوریت به شرط حکم الهی است. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.